سلام و شب شما بخیر به یکی دیگر از مجموع برنامه های تحول با من لطیف محمود خوش آمدین رئیس جمهور افغانستان هین افتتاح ساختمان جدید وزارت دفاع ملی افغانستان از قوای امنیتی و دفاع افغانستان ستایش کرد رئیس جمهور نیروهای امنیتی دفاعی افغانستان و فرزندان صدیق کشور خان و از تمام تایف های کشور به سراحت خواست که از نیروهای امنیتی حمایت خود را اعلام بکنه همچنان رئیس جمهور افغانستان از کشورهای کمک کننده نیز تشکر کرد که طی 13 سال گذشته از نیروهای امنیتی افغانستان حمایت لازم خود را در ابعاد مختلف کشور داشته است اما نقدی که بر حمایت از نیروهای امنیتی افغانستان وارد است این است که تا کنون نیروهای امنیتی دفاعی کشفی و استخباراتی افغانستان با تجهیزات لازم امنیتی استخباراتی تجهیز نشدن مثلا قوای دفاعی افغانستان تا کنون تیارات لازم ما در اختیار نداریم نیروهای مدافع هوایی نداریم و همچنان نیروهای امنیتی افغانستان در واقع تجهیزات سنگین و سکیله در اختیار نداره که پاسخگوی نیازمندی های امروز افغانستان باشد در بحث امشب تلاش میکنیم تا مجموع نکته ها را رو رویش تمرکز داشته باشین مهمانان تحول امشب آقایان فضل الله مجددی والی پیشین ولایت لغمان و فضل الله واحدی والی پیشین ولایت هرات بسیار تشکر از زورتان در این بس قبل از اینکه بس را با مهمانان برنامه آغاز بکنیم وقفی کوتاه زود برمیگردیم سلام مجدد بازم خوش آمدید قرار بود در این بحث رئیس کمیسیون دفاعی ولیسی جرگرانیز آقای ماین ماین را داشته باشیم اما در دقایق اخیر ارتباط تلفنی ما با ایشان قطع شد نخستین پرسش با شما آقای مجددی از یک سال بدین این سو قوای مسلح افغانستان تانستن که از تار و پود و مرز و بوم این کشور دفاع مستقلانه داشته باشند و در نبردهای پراکنده و نبردهای جدی نقش خوب را ایفا بکنند نقشافرین اینا را در یک سال که گذشت چگون ارزیابی میکنی شما؟ بسم الله الرحمن الرحیم سلام به شننده و ها و بینده ها قبل از همه پیروزی های تیم های کرکت و فوتبال افغانستان و با مردم افغانستان و علاقمندان سپورت خواستن جوانان تبریک میگم همچنان تاسیسات بزرگ پارلمان وزارت دفاع و وزارت داخلی که در هفته د аفت فا ش б مрد غنо بکб جاи شаکی نیست که نیروهоی دفاعи امنیتи افغانستоن دр ظرف یک ساл گذشته در عدаم موجودیت نیروهо حامи خاрҷӣ به خوبӣ تаوانиستаن члنجهое رо که متوجه افغانستоن در сاли 2014 بوд پاسخ بиган و همچнон دр 2015 تانиستа ب وب عملات بسیار گسترده و تهاجمی دشمن در اقسان خاط افغانستان دفع و خونسا سازن مطابق ماده پنج قانون اساسی افغانستان تطبیق قانون اساسی و حاکمیت ملی استقلال تامین امنیت و بالاخره قابلیت دفاعی یک از وظایف دولت است که در این راستا باز میشه بحثای داشته باشیم که چی چیزها لازم است که به خاطر هرچی بهتر کارایی اردوی ملی افغانستان و قطعات و نیروهای امنیتی افغانستان دولت افغانستان باید در نظر داشته باشه تشکر آقای ولی عین پرسش با شما از یک سال بدین سو قطعات و جستام های قوای مسلی افغانستان در بخش های مختلف چقدر تانسته از افغانستان که در یک برهه اساس زمانی قرار داره در واقع دفاع خوب بکنه تشکر نخست از شما و مهمان محترم مجددی همکاران تخنیکی او کسایي کومره مېبینه فراہمت سمنه خو ته تقدیم میکنوم او همچنان از موقع با استفاده از تلویض نه شما میخواهیم به جوانان و مردم افغانستان تبریکی بورده پایدار پای, پای تیم های سپورتی افغانستان کی کرکیټ و فوتبال اس د هیروزا تبریکی وګورم تشکر بدون شک چې قواي مصاله او ورګناي امنيتي او دفاعي افغانستان په قيمت سر او مال او جان دفاع کړه و توانستهن کې بدون هزارها نفر همکاري خارجي کې امرشان یک ځای بودند په تنאי خود از وطن از ناموس واخاکه خود دفاع کوله ولې گفتو میره په قیمته سر او مال او جان کردن با ما شما بسیار قیمت تمام شو دفا شوډ مګر بسیار قیمت تمام شو او علت ام قیمت تمام شونش هم ای بود کې خارجيی کی با ما تعهد داشتن کې کومک میکنن کومک خدا بيدونه سنجش کردن ونادیده گرفتن توانایي های ما را دو شرایط و ندیده گرفتن ضرورت های قوت های مسلح ما را چرا دولت افغانستان که مکلف به تأمین امنیت این سرزمین از بساس ماده پنج که آقای والی بهش اشاره کردن چرا اولویت های اولویت ها حکومت افغانستان با توجه به مکلفیت که داره برای قوای برای کشورهای کمک کننده معرفی نکرد خب گفته نمیتونم که معرفی نکرده باشه شاید گفته باشن م. ولې انمي دراأت او انمي توانمندي نه درن کې بتنن کې عمو دوستای خو دا عميق قينات داده واشه کې ای چیزا را بهست نیورته او امروز ما مثلا په ثوره مثالګه ما از دولتي توقور وکونم دی دولت پرسانې عمو بیوه او شهید او اولاد شمو زغ په در سیاستای دفاعی, دفاعی کشور ميدار نه در کشورای کومک کوونکی اقای ولی برداشت شما چیست از 13 سال بدین سو انتظار افکار می بود که قوای مسلح افغانستان باید با اسلحه سنگین و سبک تجهیز شود ما دارای قوای هوایی و مدافع هوایی باشیم تیارات جن، جنگنده های خوب داشته باشیم تا ما بتانیم از حاکمیت زمینی و حاکمیت هوایی با, با توجه به مسئولیت های اساسی دولت کس اما چرا؟ قوای هوایی و مدافع هوایی نداریم چرا اسلحه سقیله نداریم آیا ضعف در رهبری حکومت افغانستان بوده یا کشورهای کمک کننده نخواست و ما را خواستن که چنین باشیم اصلا در موضوع ازی که یک اردو یا قوات امنیتی تجهیزات لازم خود داشته باشد این لازمه ایش هست هر دو بحث میتونه باشد هم پالیسی و استراتژی کشورهای حامی افغانستان یا قوتایی که به اشکال آیساف و ناتو در افغانستان حضور پیدا کردند به نام مبارزه با تروریسم هم اینا نخواستن تا هم ما از خود و شایستگی و توانمندی نشان ندادن نتونستیم که ما بتانیم اونا را قناعت بدیم و نیروهای بیشتر و تجهیزات بیشتر را جذب کنیم به می خاطر است که این توانمندی را ما پیدا نکردیم به خاطر که البته ما نظر به شرایط وضع موجوده جنگ جاری در افغانستان مطابق همین ماده که گفته قابلیت دفاعی در قابلیت دفاعی هم تجهیزات میاد تاسیسات میاد و در هم در عین حال چیزهای دیگه میاد که به خارج مربوط نمیشه به خود دولت افغانستان تعلق دارد پس شگاف های مدیریتی هم شما به لحاظ مدیریتی باید با به لحاظ رعایت عدالت در استخدام افسرا در استخدام سربازا در مرخصی ها و در تشویق و در مکافات مکافات بسیار بسیار در زمانهایی که البته مجازات توری بوده که از یک وظیفه به وظیفه دیگر رفته اما مکافات هیچ وقت به درستی توجه نشده از نظر انگیزه و مورال اما امکانات را که خارجی ها برای ما داره که لوجستیک است به حساب نظامی ممر گفته میشه که شامل روغنیات، محروقات و ملبوساتی گپا میشد اما را ما به درستی به قدمه های پایین و به های پایین درستی نرسند. این در رهبری قوای او... در, در تمام جزء تمام اردوی جزتماعی، امنیتی و دفاعی بله یک قسمتی که به خارجی ها برمیگرده خارجی ها تعهدات خود طوری که جناب وحیدی سفر فرمودن خارجی ها تعهدات خود را انجام نخواستن نخواستن که ما دارای یک پای قبیل قوی باشه در موجودیتی که خودشان حضور در پایگاه ما داشته باشند و به مطمئن نبودن که این افزار تاسیسات یک به اولی لحاظ یک به لحاظ کشورهایی که متحد یا به پارتنر سابقه دارشان در منطقه و در همسایگی هم هستند به خاطر از اونام ام. اونام لابیگری های خود داشتن، با او دلیل هم و به خاطر خودشانم یک به او دلیل چیزایی که مربوط ما بود ما هم کار خانگی و وظیفه خانگی خود به درستی انجام ندادیم ام. که دو راستا میشد که ما به اصطلا دستاوردهای بسیار بیشتر از این می داشتیم که داریم تشکر آقای واحدی وحیدی هیچ کشور به خاطر چشم و ابروی ما به افغانستان نامده هر کشور منافع خود را در این قلم رو تعریف میکنه رهبری افغانستان اگر تا کنون نتانست در چانزنی های امنیتی که در اونا را قناعت بته آلا با توسل به کدام روی کردها ما میتونیم که حداقل تعدید های خود را به شکل عینی برای جامعه جهانی معرفی بکنیم و ما کمک های بنیادین را در ای داشته باشیم اگر فردا جامعه جهانی کمک های خود از افغانستان قطع بکنم اون پنج میلیارد دلار است ما همین قوای که داریم امیر هم نخواهیم داشت پس چه باید کرد که ما یک ثبات را در سیاست های دفاعی خود بریم و کشورهای کمک کننده را ترغیب بکنیم بر حمایت های استراتژیک سوال بسیار جالب بود برای ما که شما گفتین که کسایی که اینجا آمده اونا به هم مفادات خود داشتن اگر چند وقت پیش شما شنیده باشین بارها رییس جمهور مملکت دیګي کې انځه په نوم دوست او همکار پیښ امره ماودن په مملکت خود وخت کې غپ میزنه به مردوم خود میګا کې ما به خاطر دفاع شما در افغانستان قربانی مې دي یعنی به خاطر افغانستان او ازادي افغانستان او استقلال او ثبات افغانستان او کامیابی افغانستان دې مبارزه علیه تروریسم ان قربانی نمدن ان به خاطر عزی که جنگ در افغانستان دوام بتن و اینجا موضوع جالب و دلچسب باشه و مصروف باشن و دیگه مردم از این راحت زندگی خود بکنن این هدف یک، یکی از اهدافشان و امی کمک هایی که با ما نکردن علت شمی بوده که اینا نمیخواستن که ای مسائل در افغانستان قطش او وزباین یعنی فکر میکنه کی اگر افغانستان ضعیف قابل مدیریت یګ افغانستان ضعیفه کی همیشا درین جنجال باشه او جماوری تمام مشکلات د میجه باشه او دیګا فارق باشه ای یکی از جمله اهداف شن بود بخاطر امو اینا بسیار به ترتیب به ما یګان چیزه دادن جناب ولی سر تشریف دار ما د دا ولایتای بودیم کی بسیار تهدید بالا داشت ولې دا وخت ضرورتای ما کې یانه مقدار شهیدای کی ما دادیم در اردو در پولیس خصوصا در پولیس مم. کی وظیفي پولیسو چیزه نشه کی ما سپیش شکار مګ دفاع باید وکړه وظیفېش نه بچاره کل شه دنه مي دنه مي خود شهید ساخت د مي شهید شدا وې فقط یو مسله ديني اسلامي وطني شان بود کی کاره کرد اگر نه وظیفې شان نه بود فل هزا انځه ایتور باید بگویم که کسایی که در اینجا بودن و دوستای افغانستان خود میگفتن تعهد ایران نداشتن که جنگ ختم شود خب اینا اگر نداشت حکومت افغانستان حداقل حالا با توسل به چه سیاست های باید این باور تغییر بته و ما یک کشور مبتنی بر قدرت خود داشته باشیم مبتنی بر پایه های دفاعی خود داشته باشیم نه یک کشوری که مبتنی بر سلیقه دیگران ما گام برداریم موجديس پيشتر بسیار خوب یک اشاره کرد فساد اداری رشوت حق نرساندن به حقدار ای چیزای است که ما را روز به روز ضعیف میسازد و ایره در حکومت سابق اونز یک چیز امکانش بود ولی حال اگر شما ای توقور دارین ایرس کلی خود به ادمات دور کنین تا که در افغانستان یک حکومت واحد رهبری به میان نه بیای یک رهبری واحد بلد. ای یو شما بیخی هسته تصور چې فلر شما ګرهبری وایډ نه ميدانین نو خیر دیگه شما خو یې را مفهمین کی یو حکومت په پنجاب پنجاب تقسیم شو دا او بعضی مسائل یو پنجاب میخی دیگه پنجاب نه میخی بله حاز پس ما از هی حکومت ای انتظار نه باید داشته شه انتظار نه باید داشته بشوې مو هی حکومت توانمندی از کار نه دره کی به خارجي تر قنادت به تکمیل نه شانه زنی بکنه شانه زنی بکنه وا ای دېقدر ino پیشرف بکوننه کی قنادت زور اصل کنه چیرې شما دیدین کی چیزای کی ino تعهد کردن د متعهدات خود ناکام شولن مثلا مبارزه علی فساد یی اولین تعهد بود او ما شما میبینین دیگه چی حالت روانه د مملکت او چی چیزایش صورت گرفت که در تاریخ افغانستان نشده بود همین طور کرد. تشکر آقای مجیدی شما که در حوزه های نظامی هم تجربیات دارین و هم دانش نظامی دارین وضعیت مورال و انگیزه را در صفوف قطعات و جستام های قوای مسلح افغانستان به خصوص نیروهای دفاعی افغانستان چگونه ارزیابی میکنین؟ مورال البته از خود تعریف های گناگون شده در طول تاریخ و از طرف کسایی که در بخش نظامی یا ماستر علوم نظامی هستند یا ارکان در سطح دنیا که از چار سال قبل که از دو سال قبل میلاد اگر ما یک ماهر فن جنگ به نام سنتیزور در نظر بگیریم که از او وقتی مورال تعریف شد تا امروز هم. امروز آن چی که راجی به مورال گفته میشد خلاصه میشه در چند مواد که تجهیزات است امکانات است تعلیم تربیه خوب است و بالاخره قانونمندی و رعایت نظام در خود قطعات امنیتی و همچنان تبلیغات معصر و مکافات و مجازات به البته کل شامل مرال میشد مورال مرال برای که مرال قطعات ما برند برد بیتر از چیز داشته های خود را ما دو بخش امکانات داریم یکی دا امکانات غیر اختیاری است که در اختیار دونرها و خارجی است. او را یک طرف می اختیاری. یکی اختیاری است که در اختیار امی امکانات دزداشته خود ما مورال بدون تردید در اختیار رهبری خود ماست ما میتونیم مدیریت خوب داشته باشیم ما میتونیم به حق سرباز و حق قدم های پایان به صورت درست برشان برسانیم روغنیات، لوجستیک و وسایل وسایت یار برشان برسانیم از زیای و استهلاک مواد تکنیکی و مواد حربی جلوگیری بکنیم اله ما حیران هستم مهمات را که مخالفین استعمال میکنه در مقابل دولت افغانستان در زمان جهاد با شوروی ها هر روزه دولت افغانستان یا دولت رژیم از وقت اعلان میکرد که نهقدر شطور یا اسب یا وسایل نقل بار مهمات از سرادات آمد اول یک روز می اعلان نشد همین مهمات از کجا سبز میشه که بیشتر از اردو افغانستان اینو استعمال میکنند؟ این منفذ ها باید بند شود منفذ های اکمالاتی باید بند شود این سوراخ باید پد شود بله. و اینمی خود به خود انگیزه و مورال میده و رسیدگی شود به سرباز о اسкر افسر др اردو بа رтبه و ب مкоفات رتبه و اрتقاиш ست مرоل مир می روحیه میگирад مеفаهمад می کи مвرد توجهи زمоمدорا ست توجهи ملت ستم کаسое کи دр مрکаز مеبошнд اгар сوات دорнд ндорнд دр اطراф қаرорگоهои مрکази поیتахت مرکز مبод در یک سال چهار رتبه میره او کسی که در سرحدات از افغانستان دفاع میکنند بله. او به اصطلاح به سالم سال ارتقا نمیکنه بله حالا او سربازی که در هلمند به خاطر دفاع از این خاک میجنگه و فقط ما با کلمات چون فرزند صدیق و فرزند امین کشور با این نمیتونیم که ما در واقع شگاف های خود بکنیم و دوازده هزار افغانگی ماش داره چگونه میتونه رهبری افغانستان که حداقل او دغدغه های ذهنی اون سربازه که خون میته تحت شعار خدا و وظیفه از این خاک دفاع میکنه ما چطور میتونیم به سوالات ذهنی او پاسخ بتیم او میگن که اکرامی من یک یک لک افغانی است و اگر من از بین برم بر من نمیرسه خانیم در بدر میشه طفل و فرزندم چی میشه یعنی حمایت های لازم از سربازی که در خط اول میجنگه به خاطر این کشور خون میریزه وجود نداره در حد تشریفات وجود داره څنګه مو به موږ ټنم قناعتونو سرباز را فراهم وکړو قناعت زونو بازم اسان دي امکانات د زدهشته خپموست او په ترتیب سره اول د سوقي سربازو او افسرای قدموي پایون باید عدالت ده نظر گرفته طبقمو لوایحي کی در و تعلیمات نامې کی در اردو موجود است بعد از یک میاد معینه کیونو در خارج از یا ولاتای نیمه ولات در گیرجنګوت س کټګوري ولات دریم ولات نسبی هم و متوسط و بل اخره تعدیدات بلان اینا رو به کتگوری های مختلف در اینجا به عوض معاوضه کنن قطعات و افراد اونو اونا احساس بکنن که ما یک دمرو... حتی سربازو به یک دمروسی به یک استراحت به با... این عدالت دا... چقدر عملی دا... شده؟ متاسفانه که سربازی که به علمند رفته مگر جنازهش پس بازگشت داده شده هیچ وقت ما نشیدن که سرباز به علمند ترین مردم بیواسته ترین مردم به مردم بیوسیله ترین مردم به جاهای جنگ سوق میشن و شاهزاده ها و ارباب بس صلاح در بسلار وزیر بس قدم میگیرند کسایی که هستن اینو در اینجا گاردای مقامات میشن البته متاسفانه موسو که ما به نام سرباز خیالی و تشکیلات خیالی دیگه چیزهایی که داریم جلوگیری از این چیزا شود افسرا خود به خود به دولت مرکزی به نظام به به وفادار بکنند تشکر یکی از تعهدات رئیس جمهور افغانستان آقای بهیدی ای بود که گفتن شرکت سهامی در قوای مسلحه افغانستان نمیخوایم آیا قوای مسلح افغانستان واقعا قوای ملی است یا نه موینیت ها به اساس سهم و در حقیقت به اساس تاثیرگذاری رهبرها اقوام و سایر حلقات زینوفوس تقسیم شده اگه به خاطر داشته باشین رئیس به جمهور در وقت کمپاینای خود میگفت که ما حکومت سهامی نمیسازم ولی اولین حکومت سهامی را ساخت همچنان در اردو اینجه که سهم نباشه مقرری هیچ امکان نداره حتما کی وزیر از یک ایس معین از دیگه است و یا یک مین از یک ایس دیگه مین از دیگه ستپسزفملی نیست مشکل دنمینجه اس خب ملی اګه مې تېر مې ګم چې د 1200 بکه استاجکاست پښتون په مبنای شایستګی و کل برادر است یو جز او یو افغانستان است یو ګل است از یو باغ است کل ګپار قبول دارم چې در اردو یو کل چیزه است از تمام ولایت افغانستان است تمام اقشار است تمام جا ولی در پالويش غیر سیاسي بود غیر سیاسي بودنش درېجه سیاسي د ستای کار میکنه و پښتر شما سوال کډین فکر میکنوم مدیریت خوب انګېزه مېته bale شما ازمیش سربازي راک مثال دادین شما شاید مثال ازې کې دره هلمند جنجال زیات اسي مثال گرفته واشین ولی مز میډیا شونې دم صداي مادر یې نیم سربازه bale و صداي ښا نوم شمه از میډیا شونې دم کی چې کوم گفتم یعنی شما ای وادای دروغین نظام انګېزه راځبین میبره انګېزه را مدیریت خوب مېته به مار خو وخت کې نهادهای ملی افغانستان کرزه خدمات امنیتی میکنه تعهدات سیاسی داشته باشه تا تعهدات ملی پس مدیریت یعنی چی؟ خب غام اینجا هست که مدیریت نیست مدیریت نیست و ما میگیم که عالم سر وقت است اینا بشینن بین خود و یک قوت بسازن و از پای سهامی دیگه تیر شون و اگر افغانستان کار دارن اگر کار ندارن دیگه عمر رزیم کوتاست تشکر آقای ولی چگونه میتونیم در سکتورهای امنیتی افغانستان یک مدیریت ملی غیر سیاسی غیر وابسته و مبتنی بر قایده های پذیرفته شده نظامی را به وجود بریم تا اون سرباز که خود را در خوست میبینه روز دیگر در شارنه و وزیر اکبر خان هم میبینه و سرباز که امروز در شارنه و وزیر اکبرخان قدم میگیره روز به خوست و المند بره که بدانه که خوست المند کجاست و وزیر اکبر کجاست البته امی صحبت هایی که جناب والی سبب کردن سیاسی شدن ای اردو به این معنی من خودم طرفدار ازی هستم که اردو ما فهم سیاسی بلند داشته باشه تا دوست دشمن خود تشخیص کند اما گرایش سیاسی و تمایل و وابستگی سیاسی نداشته باشه <تصفح> یک دوم است که در بحث مدیریت اگر ما فکر کنیم که مدیریت چند قدمه را تعقیب میکنه که بر خود هدف این میکنه استراتژی است پلان است استفاده است، مواد امکانات لازم است و بالاخره مدیر نظارت می کند در عسکری که نظام نامش است از، از،, از از زرهش تا کتلیشه از خورترین واحدش تا آخرینش نظام اونجا حکم فرمایی باید بکنه بدون مداخلات سیاسی متاسفانه این میره این ماده پنج قانون اساسی رو که ما برای شما گفتم قسمت اولش میگه تطبیق این قانون اساسی مکلفیت دولت و سایر قوانین و در بند آخرش که باز میگه در قسمت آخرش قابلیت دفاعی در قابلیت دفاعی تن و تجهیزات تاسیسات نمید در قابلیت دفاعی تمام تطبیق تعلیمات ها و لوائه اردو یک میست تا زمان را که لوائه و تعلیمات به صورت درست تطبیق نشه و هر افسر و هر سرباز مطمئن نشه که بالای ما قانون حکمیت داره و به عدالت حکم فرماست او به قربانی حاضر میشد در غیر او و ارتقای تدریجی و دیوات سلسله مراتب ځکه کوټه دږي بوره سلسله مراتب نه یي کیه چې بسلسه قدمه پوه نه کړه موږ فراښوتي در بلنټي قدمه او قرار بدیم بدون یو سلسله مراتب نظامی رتهي کړده باشه ی زهره سو برو درخواستا در, در مسایلی اردو در مسایلی نظامی یی بیخي قابلیت بخښه نشي چې موږ بسلو حقوقي افسر را 10 سل 15 سل دو فدوکري در سرحدات بلخره بهونو هیڅ نو ارتقا کول نشیم و اشخاص ديګی را بنابر صلاح او لایق یی نو را ما ارتقای بسلا غیر مسلکی برشون بدیم تشکر اینک وقف کوتاه زود باز میگردیم سلام مجدد بازم خوش آمدین آقای والی ما تای سال گذشته یک کوتاهی هم در حوزه امنیتی داشتیم ما 13 سال تانستیم که ولایت های افغانستان رو ها حفظ بکنیم ولی سال گذشته یا یعنی سالی که جریان داره در حقیقت ما یک ولایت از دست هم دادیم که این متاسفانه علت کلانش نامانگی حکومت محلی با حکومت مرکزی بود و برخی از مسائل دیگه مشکل کلان برمیگرده به مشکلی مشکل رهبری قوای مسلی افغانستان که قوای مسلی افغانستان گاهی خلط میشه با رهبری سیاسی افغانستان و برخی از علاقات مشخص در حقیقت گام های عجیب و غریب برمی داره. ما چطور می آزمون های کلان که پیش روی داریم پاسخ های درست برش پیدا بکنیم؟ اول تعهد و ایمانداری در وظایف خود ولی سبب بوده و ما بودیم در ولایت مسئله که ما ولایت از دست دادیم ای زوف ارگانای امنیتی نبود یک معامله بود بين کی وکي خوب مې وومن کې د بینه دولت وو کسایې کې مې خواست امی کریډیټ وبگیره با چه منزور خوب به منزور یزي کې مثلا نه میخواستن کې افغانستان اصلا به طرفه بره کې خدای رئیس جمهور مولا میګه کې به د جغرافیه تبدل شوه ولې نه شوه پس خدای رئیس جمهور طرفداری به کوله سقوط کنه خوب خدای شخص رئیس جمهور نه میګم د اونځه اس کسایې کې حس کسای کی او به zarar افغانستان کار میکنه وزایرن به نفع افغانستان هسته اما او به نفع نیستن بله به خاطر ازی کی شما ای از تصور بسیار دور است کی یک ولایت یک چند نفر طالب بگیره ای بسیار از تصور دور است ما ولایت کردیم بله. و در ولایتای ما د ولایتی درجه سی افغانستان از 5000 قوه کم نیست چطور شلم ته کنه کی 5000 قوه مصلا داشته باشه و اسلحه داشته باشیم و ای را یک کس از بیرون یک یک هزار نفر بیا بگیره امکان داره این هیچ امکان نداره این یک معامله بود پس این ضعف رهبری نبود ز... معامله میدارین بله خود ضعف رهبری ده که وقتی که در یک دولت در یک حکومت اینطور مردم خائن و وطن فروش هم جای گرفته باشه. این خودش ضعف او هم در رده های بلند در رده های بلند این خودش ضعف مدیر پس رئیس جمهور و رئیس اجرایی مسائل خبر نبود فکر میکنین ما اون اول و ما اون دوم خو اگه خبرم باشن با شما معلوم است که نظریات از یا فرق میکنه انال شما میفهمین که یک یک طرفش در یک چینل علاقه و دلچسپی داره دیگه شم در دیگه در بیرونی بیرونی دیگه به اون لحاظ مشکل است که خب اگر وضعیت چنین باشه که ما در رگه های اساسی کشور افراد را داشته باشیم که افغانستان را دو افغانستان جور میکنه و ولایت را معامله میکنه و به نفع کشورهای مشخص کار میکنه پس شما کار داستخان رسیده بله شما کاغزای را کی بیرون برامد ورسوا شود ندیدین کی به میډیم برامد کی چیرای نه امضا کرده بودن با کی امضا کرده بودن با پاکستان بله او دیگه خو کار با واستخان رسیده دیگه پس اگر چونی نس وضعیت برداشت شما از آینده شیز آینده بسیار خراب آینده بسیار خراب وې کی مردومه ما یو پروژې ټاپیسو کې دیګاسو یي چی چې زارې پښتنې شناخت نه کردین چې ما پښته غپای اړځیو اساسي خپله ګردې یږي غو پای اساسی یی سکه نظام رو به سقوط است د قضیه یک سال دو سال بعد مردموه تمامیت اولين ګام په خاطر یی که شما مې نظام به سقوط است چی باید شه به نظر شما شما هم درهبری یی ولایت به نظر ما که یی نظام نظامی است که مردمو افغانستان اعتماد کده رائے داد از او ازو تیر میشم او یک بحث دیگهس نه میخواهم د انجه او بحثه وکونیم که یی نظام چی قسم رائے گرفته و یا چطور شوه یا تقلب چی طور بود یا یی چی بدور کس کی بود هم هر کس که, که می خیانت کده خدا خداوند دغه جزا بده و ان شاء الله خد داد مګر یی دې برې شوبو میګم چې اناله شما ببينين چې ای یوک بی ای ای مردوم افغانستان سره دی ان نظام نظام مردمیز و ای نظام نامش نظام ایست چې انتخابات شوهه یی کی امریکا پسان جوړ کړه ما یار کس کی جوړ کړه اناله مچ میګم مراجعه شوهه به ملت افغانستان یی یوک جرګې کلان خواسته شوهه و به ملت افغانستان غوښته چوهه چې آل ما چی کوو یعنی حالت ماست وګورئ چې چی کوو این حق شما است آقای ولی یک سوال اجازه بدین که با صراحت مطرح بکنم ملواند. یک ای که در ذهن مردم مطرح است او تا زمانی که یک شخص در رأس قدرت است یا در اقتدار است اون هیچ زمان از حکومت بد نمیگه اگر شما هم چنان والی ولایت هرات می بودین یا والی یکی از ولایت دیگر می بودین عین موضوعی را می داشتین و می گفتین که حکومت ناکار است و بیکار است در وقتی که ما در وقتی که ما در ولایت ها بودیم شما مصیبای ما را ببینین با غاصبین مبارزه کړم با خائنین مبارزه کړم و از حقوق مردم دفاع کړم یګر په خیانات الحمدلله نکردم و به جیب کس ندیدیم ای کل چیزها رو ما سر خود تدبیر م. کردیم ولی نظام به این حد نبود مثل که امروز و همین حکومت از شما بخواید که دوباره والی یکی از ولایت باشین حاضر هستین از با حکومت کار کنین این رو مصاحبه اول خود با خودت گفته بودم که من نمی کنم کار تشکر م. آقای مجیدی یک سؤال دیگه که میخوایم از شما مطرح بکنم که خلط وظیفوی در میان نیروهای امنیتی افغانستان صورت گرفته پلیس به جای در خط مقدم می جنگه ما چطور می تانیم که استقامت های وظیفوی نیروهای امنیتی افغانستان مشخص بکنیم تا حداقل ما از تلفات بیشتر جلوگیری بکنیم در شرایط حاضر بازم من سر زمو نقطه گپ خود میم که ما از امکانات دست داشته باید کار بگیریم چیزایی که دارم که میتونیم که نمیکنیم از جمله می سوال شماستن تورم تشکیلاتی در بحث پلیس یږودي قطعات او جزوتاموي مختلف در پولیس په نامҳои مختلف <مت> نظم او ما او فلانه او فلانه او غیره باید مو انا را نظر به وظایفي کی پولیس درت پولیس جنايي بخش کار جداست <مت> پولیس اداری پولیس جنائی. امنیتی او اداری جداست کورش او پولیس ول وظیفه محاربهي رهم به خود پیدا کرده مو قطعات محاربهي پولیس مسنجم کوریم من نه تنه به پولیس مشوره میدم به دولت مردو او کسوې در راسه مسایله سلاحات های امنیتی نظامی قرار دارن ما باید تعلیمات مسلکی و مهارت های کماندویی رو باید بیشتر بکنیم و امی داخل امی سقف تشکیلاتی موجوده ما میتونیم به صلاح تعداد از قطعات خود را به قطعات ویژه و خاص کماندویی تبدیل کنیم شما اثرات 100 تا پلیس خاص و 100 تا کماندوی اردوی ملی در قندوز در بازگرداندن قدس چقدر نقش داشتند شما دیدین که 16000 نفر یا 26 یا 16 یا 20 تا نیروی امنیتی که در هلمند است همه گیش زمین گیر شدن و مجبور هستند از ولسوالی ها دفاع میکنند راه ها را نگاه میکنند در حمایت از پلیس میکنند از پلیس محلی حمایت میکنند از تاسیسات بزرگ ملی حمایت میکنند در عین حال تا زمانی که 200 سه صد نفر کماندو و بسلو نیروهای خاص نرفت در سنگین و در جواب شما تغییرات را احساس بله. دو موضوع یکی موضوع است ویژه و تعلیم تربیه بلند باید بینا داده شد نظر کیفی باید بلندتر بران اردو با مرال خود می جنگد چیزی که داده داره می جنگد و موضوع دیگه که یک بازنگری مربوط, مربوط قدم های متوسط پا نمی شد و در تمام افغانستان از لوی دستیز از مرکز وزارت دفاع رهبری می شد تغییر بازنگری شود در وزلجش ها تعبیه قوت ها مطابق به چلنج, چلنج ها که فعلا وجود دارد مطابق ازی شود تعبیه قوت های ما بر مبنای امو تعاملات است که در زمان زایرشا قطعات ما در جوی بود و نموجه چرا چوری است؟ تهدید امروز فرق میکنه شرایط امروز با امروز فرق میکنه چرا چوری نست؟ مجال و فرصتی از این پیدا نکردند که یک بازنگری بگن درست است یک تغییرات و نو نظر به حالات فیلی آمده اما کافی نیست باید تاسیسات ما وازل از ما در جاهای جا به که در عین زمان چند وظیفه را اجرا کند خود وازل از هم منطقه خود تأمین کند هم آسیب پذیری بالای خودش کم باشد هم به با حمایت و سریع و قاطع زودتر به قدم هایی که در خطوط مقدم جبهات میرد به هم خوبتر رسیدگی بتانند این چیز خود اختیار ماستی مصرف ندارد در تمام مندی ماستن. تشکر یکی از نگرانی های دیگه که آقای والی وجود داره است که ما به یک وحدت نظر در نظام افغانستان دست پیدا نکردیم حتی نیرو گفته میشه نیروهای امنیتی تایی که از لحاظ سازمانی بر مدیر ارشد خود پاسخگو باشه برای برخی از سهمداران قدرت پاسخگوست چون از مو آدرس آب مقرسد. میخوره و مقرر میشه به خاطر یک ما به وحدت نظر برسیم و سازمان امنیتی دفاعی کشور را تعریف بکنیم تا سلسله مراتب چنانچه که آقای مجیدی به اشاره کردن به وجود به چگونه میشه به این نظم برسیم از نظر شما پیشتر یک اشاره شد مدیریت خوب بله. ما در ولایات و در ساحات به نام مکانیزمای امنیتی داریم که او را به نام مکانیزم هماهنگی قوتای نظامی و امنیتی درس شوالی میباش دراس شوالی میباشه ولې شما مې وینئنه چې عملا سرېزو عمل نه مېشه چر نه مېشه و په خاطر نه مېشه چې نهاله در نظام مثلا کې شما پشتر د سوال خودم گفتین کومندان کس مقرر کده ولیم هم کس مقرر کده بلد. و کومندان به یې مفهمه کې ولیمره پس کډنه مې ته پس چندستګي وجود داره چندستګي وجود داره او په مو ميكانيزم کې د تطبیری وجود نه ده تطبیری نه دی او مو ميكانيزم کې رئيس جمهوریت افغانستان ور امضا میکنه او اونځه چالش نه داره په خاطر ازي کې ولمو کسای کې قسم کسا مقرر کده د افغانستان یو غواجی بسیار خراب کې زبدتاس کس کې شومره موش میدات ولمو امر شوماست او کس کې شومره ترفه میدات امر شوماست کس کې شومره رخصت او مه دا کوه مرې شوماس و نفر دیګه هرقدر یک قدرت بالا داشته باشه ازو که احترام نه میکنه اناله شما اونجا میبینین که قوندان امنیه وزيري غير وزيري د دستي والي نیس تغيير او تبديلش د دستي والي نیس مثلا یمیتي اورگان امنيتي ملي را خو بيخي او را خویش دیګه د کتش غب زده نه میتنه کوم والي دی او خویش ده شما ببینین دمی خود ولایتای که هست اونجا صلاحیت اما جرات شما برتان میتا و لیاقت شما میتا و صداقت شما میتا نه قایده و قانون نه و قانون نه پس ما در ولایت افغانستان قایده و قانون تنفیزی نداریم بلی نه... نداریم شما ببینین اینال هر ارگان که در اونجا هست او را داره به وزارت او کمیشن هم در وزارت میتا و تقرورش هم از وزارت میشه و سروالی خود رای هم پس در حال حاضر عذر... ولایت های افغانستان به اساس قانون نه به اساس روابط اداره میشه خیر که به اساس قانون رو می بود و به اساس روابط نمی بود می رئیس ارگان های محل چرا وظیفه را اعلام کرد شما صد به بی باور سین بله بله با این باور در زمان شما چگونه بود شما هم به اساس قانون کار میکردین یا به اساس روابط ولی اگر بگم که در افغانستان روابط نیستی شاید باشه مگر ما با شما شرافتمندانه میگم که ما هیچ روابط نداشتیم که از کنار به هرات رفتم ولید وختي کې به کونه رامدم هم جیلانی پوپل د هغه وخت امره مو د موسسات یو ځای کار میکد و و هغه ومره دعوتات برد اما بعد ازو مې هیڅ اړیکت نه داشتم ولایت درجه ول افغانستان برمه رئیس جمهور مو وخت داد او خپله برمه ټلیفون کړ تشکر آه. آقای والی فرار از قطات و جوستامای افغانستان یو معزل خېلی جديس یو نقطه دومي کې پلیس خیالی و نیروهای خیالی در ساختارهای قوای مسلح افغانستان خب سقهی ما گفته نمیتونیم اما دقدقای وجود داره که به عنوان یک معزل خیلی جدی مطرح است با این مسئله چگونه باید پرداخته شود تا ما حداقل یک اطمینان خاطر را در میان قوای مسلح افغانستان و در صفوف به وجود بیاریم قبل از اینکه به این دو نقطه شما اشاره داشته باشیم عرفای جناب والی صاحب هم که روجیب ادارات محلي گفتند ای مهم است والی در اوسه مهمانگی قرار درات اما کارگولس هم اشاره کردن فقط ام کفایت خود والی متن نور استقامت بده در غیر ازو خود والیس یک وخت در فکر کوم د مطبوعات شون یا یک مجلس گفتند کو ته رئیسه او بعضی مسولین نظامی مو کې د جلابتم تیر مشد د کنر کې بوند وختو یا د مای پارک ميرهسه باز یو ټلیفون مګنه کی والی صاحب خود افس دوو کني ما رفتم دغه مشکلات او وجود درکه باید په مو وخت کې ولویو جلسات وشتاود باید انتقال شاکې قسمت صلاحیتو به ولایات خب در قسمت فرار البته عوامل راکه مسبقا گفتم که اگر و عوامل جریګی شوت فرار سربازو جریګی مشد فرار سربازو بر مبنای د دې چې رخصتی به وخت و زمون داده نه مشید اسکر به خانه او به اطفال خو ضرورت دروند چې در 3 4 موبات یگ دفعه بروت به خبری وکنه در این حال انرژی از لحاظ فیزیکی انرژی زوم در حالت میرسد که باید یک 20 روز به اصطلاح رخصتی داشته باشه که چیز برشون نمیرسد حقوق به اصطلاح لوجستیکیش درست برش نمیرسد در وظایف غیر عادلانه استفاده میشد تعدادی به یک طرف تعدادی به طرف دیگر هر بله و هیچ گونه تشویق از طرف مقامات غیر از روتین معاش و یاشه که برش تعیین است برای دو اسکاری که در سرحدات خاک میخورن بر زود نظر گرفته نمیشه وقت جان آن میگن فرزند صدیق بود وقتی که باید بر, بر قاعده نیست که باید به با مقامات بالاتر مراجعه کن اگر احیانا مراجعه کنه که ما 8 سال میشه در سرحدات موندیم در کدام دروازه برای زواج شک رفته بتونه تو یک مقام ره. یک حرفی متاسفانه این برج بسته است در قسمت تشکیلات خیالی یا سربازهای خیالی دولت افغانستان چند وقت قبل به صلاح بعد از اینکه گزارشات بیمالیم در رابطه وجود داشت این در پلیس و در اردو قسما تایید کرد که وجود دارد البته مقامات اردو ما میگند که رخصتی های به طور عادی است البته رخصتی از خود قاعده و قانون دارد شامل حال کل اسکرا شود نشه که در وقت وظیفه همه رخصت باشند و هم به صلاح یک و تعلیمات که در وزارت دفاع وجود دارد یا وزارت داخله وجود دارد مطابق که زمو عملی شود و یک منبع سوء استفاده است لوجستیکش محاسبه میشد اعاشش محاسبه میشد معاشش محاسبه میشد افراد یا خیالی هستند یا این افراد به اصطلاح بستگان نزدیک که هستند که هرگاه در قطع دیده نشدند این باید دولت افغانستان هم طوری که اعلان کرد اولین کار را که میکند موجودی قطعات جلب چوب خطی ها گرفته بله، موجودی قطعات صورت بگیرد و دوم توجه شود رعایت عدالت و ب له که هیچ افسر احساس نکند که لیاقت فهمش بهطلاه در درون ذهنش کوبیده شود خسته شود و یک کسی را که به کفایت کاری نداشته باشه به یک رده بالاتر از او منصوب شد بنابر روابط تشکر ماده 137 قانون اساسی سراحت داره که اصل بر مرکزی بودن نظام است و قدرت یا صلاحیت والی برایش می میشه والی در حقیقت صلاحیت ذاتی نداره رئیس جمهور برش صلاحیت خود تفویض میکنه اما این بحث باعثی شده که یک کم خلا در ساختارهای محلی به وجود به یعنی والی به عنوان یک شخص ملکی همگاهی نقش ایفا میکنه در حالی که یک شخص سیاسی است و اطاعت پذیری بنا بر روابط گاهی از والیان ولایت کم هم میشه به خاطری که ما یک امانگی دقیقتر و یک بافتار خوب ول محلي را به وجود بريم او پاسخګوي محلي را به شکل واحد به وجود بريم چه باید کوين اصلا ولي خود شما هون کلنداست بله ک بين تمام اداراتي کی در ولایت شاسوره رهبري کنا و ورمان نماینده با... سياسي رئيس جمهور هو ان جګپيس کی يګوخ په ياد شما باشه کی ما د کونر گفته بودم کی کسر شما یک فیر ک دو فیر کنن وې زیر اعتراض او اعتقاد قرار গ্রেফতারم چې خود ته هیڅ صلاحیته داشتي کیګه په غفتی ای صلاحیت خو ته وزیرم نه داره ما ته وزیر نه داره مګر ما داشتم درو په خاطر چې ما نوماندې رئیس جمهور استم او رئیس جمهور کمانډان اعلی است ما ای حق دارم د دا صاحی خود البته ولایت خود یعني ما ای اگر ریاستي جمهورري امی و الیاره نمائنده خود بدانه و مصالحته به واقعیت برش بته دیگه هیڅ کس سرپیچی کردنه مې تا <تصفح> نه یعنی مو ته نسته مو موږ تبدیلی هم وکونېم ته نسته مو به وزارتونه غپ بزنیم ته نسته مو برئيس جمهور غپای خود برسونیم هیڅ نو مشکل نه داشتیم ولی بود ولایتای کی ټلیفون شنم کس جواب نه مې داد بود که سایه کی نه مې تا نستانه بمو ریاستای خود مصلکه په پښتو مې یو اشاره کړم چې اصلا در وخت تقرر باید مو لیاقت او اهلیت او شایستګیرم د یو شخص ببينند چیرې چوکی ولایت یو چوکی عادي دیز وونځه تنها یو سېکټور نیس کې یو والی مصلکه یو ریاست دیګا یو سېکټور راپیش میبره د وشت سېکټور تخصص دره متعدده متعدد سو هیڅ پروا نه دره یو د ولایت یو بخش کی وو بس ته مثله هر ولایت یک مملکت است بله په وو با په اون با او قسم باید یک والی کې میره دا اونځه شما ببيننه والیایي کې نو مقرره شوه یوه شش ماره یک سال پوره نکړه بله وضعیت فیلی در ولایت څنګه ارزوبه میکنه شما وضعیت فیلی خود ولایت څه تقریریای اخیری تقریریای اخیری په وضعیت فیلی و همونګیا در سطح حکومتایي محلي زیاتره تقریریایا بر اړوند شوه زیاتره تقریریای کې د سطح بالا سره اړوند شوه و د پاین به پیسې شوه دیگه ازی تقرری ای تو کلان توقع از این نداشته باشین که افغانستان اینا صحیح رهبری کنه و پیش ببره کسایی که بر و کسایی که به شناخت و کسایی که در سهم پنجا می آیا ازی مردم توقع از این نمیره که یک نظام رو پیش ببره ممنون. پنج دقیقه وقت داریم والیای محترم و جنبندی آقای مجایدی در جنبندی قوای مسلح افغانستان را شما با گذشت 13 سال چگونه ارزیابی میکنین و با چه دیدگاه و چه دکتورین میتونه ما حداقل گام های به جلو برداریم تا سطح تهدیدها پایین شوه و دشمن مهار شوه البته در طی 13 سال گذشته اگر به یا 14 سال گذشته به یک نگاه بینیم اردوی ملی افغانستان کارهای و خود از صفر آغاز کرد با یک تشکیلات نو با یک حالت نو با پیوسته در 13 14 سال گذشته اردو و نیروهای دیگه امنیتی وزارت داخله و امنیت همه گیش پیوسته در جنگ و در کشمکش به سر برده مجال دمروسی و استراحت اینا پیدا نکند برای با دیگر تانستان به خوبی تامیم روزه و وظایف خود را به خوبی اجرا کنند قربانی های بدریق دادند البته طور که جناب والی هم گفتن قربانی ها ما میتونستیم با کمترین قربانی ها به بیشتر زایات بگیریم او البته مشکلات نده قدم های پایان و نه در قدمه های متوسط بلکه در رهبری ها وجود داشته در بخش های امنیتی و نظامی ما این مشکلات وجود داشته برای از ما بتانیم چلنج و که متوجه مردم افغانستان است و تحدیدات پاسخ گفته بتانیم گفته باید اول یک بازنگری کلی صورت بگیرد چه چیزها چیز ما را به سرحدات پیروزی رساند در تای 14 سال گذشته و چه چی چیزها عواملی شده عوامل شد که ما را مثلا با قبگرایی و با شکست مواجه کرده یا مثلا ز... ز... با ضعف مواجه می سازد او عوامل و عواسی آسیب شناسی بکنیم ده. یک که البته او شامل می شد. او چی دایی ما البته دیدگاه خود را به حیث یک کسی که در ولایت کار کردیم و در گذشتم در این کم ارتباط داشتیم و فعلا هم در تاریک جناب والیس هم گفتن در راست همانگی یک ولایت چون پلیسی ارگان های محلی تاریک جانب والیس هم گفتن در سه اولویت امنیت و حکومتداری و انکشاف بخش اول که امنیت با پاسخگو والی را دانسته در اونجا جواب دوی والی است در اینجا باید لازم است که در این بخش در بخش تعلیم و تربیت توجه شود در بخش تبیای قوتات ها توجه شود در بخش عدم مداخله در سکتورهای امنیتی باید توجه شد ارتقا بسا شایستگی و مهارت های مسلکی صورت بگیرد واحدای های ویژه بسیلا به میان باید و وزیر ها یک بار دیگه باید مطالعه شود وزیر ها مطالعه شود که در کجا؟ کارآمد در کجا غیر کارآمد و تداخل چی مقام حتی مقام اول کشورم به نظر به سلیق خالق بود در گورگونه امنیتی مداخله فقط بر روی قانون قانون حاکمیت داشته باشد خاصتا که نظام و که ما نظم میگیم عسکری کلا نظام مثل قانون است جزء ترین خشت اگر کج مانده میشه تا تا کج است اگر ما به اساس یک نظم به پیش بریم ما و لوای قانون قانونمندی را تطبیق کنیم موفقیت از آن ماست و ما این ها را داریم اگه قوات ها فشرده میشد و توفیر سلاحات ها به مراکز امانگی در ولایت صورت بگیرد انشاءالله که تمام مشکلات ها را ما تشکر پاسخ بگیرد. ما سالهای پرچلنج را برای حکومت افغانستان و فرارای نیروهای امنیتی افغانستان داریم آقای ویدی چه باید کرد که ما اموانگ و پاسخگو پیش بریم میزان تلفات در قوای مسلح افغانستان پایین بیه و تهدیدها را هم پایین بریم په درواقعي از حاکميت زميني او وايي افغانستان دفاع شوه اول باید پنجا 50 50 راز بين وبره بله با. يک قمنده واحد و یک ستراتيجي و یک پاليسي واحد داشته باشيم دوم يکي به حکومتداري خوب مراجعه شوه يني شيزاي راکي مجددي سب گفت تر نظام عسكري باید به با توجه شو و تنو به فرزندان صدیق وی وو با زینت مسکرای خدا بعد از از اخری اولاد شهید با خبر باشه و پرسانې زوره وکونیم و امکانات تعلیمات بریش آماده بسازیم و در بین ادارات از روابط تیر شویم دیگه د تقرر و تقرر بنا بر شایستگی صورت بگیره درو صورت میته نه مایه دا بکونیم که آل ما به طرف بهبود روان استیم ولی در صورتي کې تقرر بنابر شناخت باشه او تقرر بنابر او امتیازات بنابر روابط باشه و درې جو مكافات او مجازات نه باشه شما سره پولیس اردو غب مزنن شما یو موجودي وکونئ چې څېقدرم د کاغذ او څېقدرم د عمل وره باید ول پیدا کنئ شما او رو پیدا کنید که دلوی خانه کی نفرست. چی نفر است چی کار می اونجا بیچاره با... بفرمین امید طوری که ما در پانتونا مراکز اکادمیک ما بردا علمی داریم ما با, با بخش های امنیتی خودم بردهای مسلکی قائل شیم اونا خودشان ارتقا و پیشرفت خود خودشان پیشنهاد کرد با مقامات بالاتر بسیار تشکر آقایان فضل الله مجیدی والی پیشین ولایت لغمان و فضلای بهیدی والی پیشین ولایت بسیار تشکر از شما شکر. در پایان از شما نیز ممنون هستم که این بحث را از تایمانه دنبال کردین تا دیدار دیگر خدا نگهدار